نخست وزیر قزالی، خواهران و برادرانی که از فلسطین، سوریه، اردن، یمن و سایر کشورها به میهمانی افطار مقاومت ایران اومدین، و همچنین خواهران و برادرانی که از نقاط مختلف فرانسه در اینجا حضور به هم رسوندین، رمضان مبارک و خیلی خوش آمدید. خوش آمدید. ماه رمضان ماه پیوند میان دل هاست، ماه دوستی و همبستگی و صلح. اما متاسفانه در شرایط امروز، اگر به خاطر پریشانی و گسستگی کشورها و مردممان اشک بریزیم، بر ما ملامتی نیست. به خاطر سوریه، به خاطر عراق، به خاطر یمن و سایر کشورها که در اون خواهران و برادران ما در شرایط بسیار سختی به سر میبرند. به همین خاطر از شما اجازه میخوام که همه ملت‌های مسلمان را فرا بخوانم به یک همبستگی، فراخوانی بر اساس مبنای محکم که مورد قبول بیشتر مسلمانان است. این مبنا از نظر عقیدتی نفی اجبار دینی و دین اجباری است و به قول قرآن لا اکراه فی الدین، و از نظر سیاسی ایستادگی در مقابل ولایت فقیه حاکم بر ایران است، یعنی دشمن مشترک همه کشورهای منطقه. اجبار دینی و دید اجباری که در روزگار ما با حاکمیت خمینی شروع شد، حربه است برای پس زدن مخالفان و تحمیل قدرت استبدادی. همونطور که همه شما میدونین، اسلام در سرچشمش پرچمدار آرمان برادری در جهان بشری است. این اون واقعیت اسلام بوده و واقعیت اسلام واقعی است، و حضرت محمد صلی الله علیه و آله مردم را به همزیستی مسالمت‌آمیز با صاحبان عقاید و ادیان دیگر موظف کرد. اون به ایمان آورندگان آموخت که اختلاف میان خود را نوعی رحمت تلقی کنید. بر این اساس ما میگوییم دعوا میان شیعه و سنی و مسلمان و مسیحی نیست. جنگی میان تمدن‌ها هم در کار نیست، بلکه کشاکش و جنگ اصلی میان استبداد و بنیادگرایی از یک طرف و آزادی و دموکراسی از طرف دیگر است، و نفی هر گونه اجبار در دین همچنین برای اصل جدایی دین و دولت راه باز می کند و جایی برای استبداد تحت نام خدا و تبعیض مذهبی باقی نمی گذارد. به قول مسعود رهبر مقاومت ایران، شکوفایی واقعی اسلام در عدم استفاده از هر گونه تبعیض و امتیاز و اجبار سیاسی و اجتماعی میسر است. بله، ما می توانیم بر سر یک اصل اساسی با همدیگر وحدت داشته باشیم، اصلی که تار و پود اسلام از آن سرشته شده، و آن نفی اجبار دینی است. روح اسلام از هرچه اجبار، اکراه و ممنوعیت تحمیلی بیزار است.
از حجاب اجباری تا واداشتن مردم به روزه و نماز، آن هم با شلاق و ارعاب، تا جلوگیری از احداث مساجد اهل سنت و به خصوص حکومت تحمیلی، اون هم با سوء استفاده از نام خدا و اسلام. دوستان عزیز، حضار محترم، دشمنی این رژیم با صلح و آرامش در منطقه در طول 3 دهه گذشته ثابت بوده. چرا؟ زیرا که صدور تروریسم و بنیادگرایی بخش لاینفک استراتژی این رژیم برای بقای خودش بوده و هست. دو هفته پیش آخوند روحانی برای دومین دوره به ریاست جمهوری رژیم ولایت فقیه رسید. او از روی فریبکاری خودش رو معتدل معرفی میکنه، اما در 4 سال گذشته همه دیدند چنانچه در دوره هایی که مدعیان اصلاح طلبی هم بر سر کار بودند، همچنان سیاست سلطه‌جویی و اشغالگری در منطقه ادامه داشته و شکی نیست که در 4 سال آینده هم اگر این رژیم ادامه پیدا کند، به همین شکل به صدور تروریسم، بنیادگرایی، سلطه‌جویی و اشغالگری در منطقه ادامه خواهد داد. اما انتخابات قلابی اخیر این رژیم باعث تشدید شق و بحران در رأس رژیم ولایت فقیه شده و باید گفت که راه سرنگونی این رژیم بسیار هموارتر شده. 2 هفته پیش کنفرانس سران کشورهای عربی، اسلامی و آمریکا در ریاض رژیم آخوندی رو منشأ بحران در منطقه معرفی کرد، رژیمی که فعالیت‌هاش در منطقه و جهان بسیار بسیار ویرانگر است و منطقه را به خاک و خون کشیده است. این رهبران اونجا تأکید کردند که مردم ایران اولین قربانیان این رژیم هستند. ولی حالا که جامعه جهانی بر سرچشمه تروریسم و بنیادگرایی در منطقه، یعنی رژیم ولایت فقیه حاکم بر تهران، اتفاق نظر دارد، من از جانب مردم و مقاومت ایران یک ابتکار سوچی رو میخوام اینجا پیشنهاد کنم و همه کشورهای منطقه رو به حمایت از اون فرا بخوانم. نخست، سپاه پاسداران باید رسماً به عنوان یک موجودیت تروریستی اعلام شود و با شبه نظامیان تحت فرمانش تماماً از کشورهای منطقه اخراج شود، به ویژه از سوریه که هر روز سپاه پاسداران و نیروهای تحت امر اون در اونجا مشغول خونریزی، جنایت و این همه بلا هستند که بر سر مردم سوریه می آید. دوم، کنفرانس کشورهای اسلامی رژیم ولایت فقیه را از این سازمان باید اخراج کند و البته در گام بعد کرسی ایران را به مقاومت ایران بسپارد. سوم، مبارزه مردم ایران را برای به زیر کشیدن ولایت فقیه و کسب آزادی و دموکراسی به رسمیت بشناسند. خواهران و برادران گرامی، در آستانه افطار رمضان برای پیروزی این مبارزه که آمال تمام خلق‌های منطقه است دعا می‌کنیم. بدون تردید
نیروی پایداری و نیروی عظیم همبستگی میان ملت‌های ما، پایان کار رژیم ولایت فقیه و پیروزی مردم ایران و ملت‌های منطقه را محقق خواهد کرد. با آرزوی پیروزی، درود بر همه شما.